اي سادسيز ده ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عزيمه ببنين وعلمك ما لم تكن تعلم يعني ما خداوند میگه ما چیزهایی رو که تو نمیدونستی بهت یاد میدیم و این فضل الهی است و کان فضل الله علیک عظیما این یکی از فضلهای ارزشمند و بزرگ الهی است پس علم یاد گرفتن اینگونه در واقع در این آیه بهش تاکید شده که البته قطعا همه ما میدونیم این قضیه رو ولی یا برای شما چیز هست که علم الهی علم در واقع قدرتمند است اما خب یا ابزار ابزار قدرتمندی است که ما باید باش در واقع ازش بهره ببریم این ثابت شده است برای همین ولی من اشاره می کنم بعد توضیح میدم که چطوری یک جاهایی است که غافل میشیم از این قضیه در سوره هود آیه 46 ان غونه اومده در حضرت النوح. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تس فلا تسال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم پس از من چیزی درخواست نکن اون چیزی که علمش رو نداری در مورد نوح وقتی که درخواست در مورد فرزندش چیز میخواد از خداوند میخواد که ببخش در واقع ببخشتش با اینکه پسر نوح همون پسری که با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد رو این گونه در واقع الله باری تعالی به نوح میگه تو علمشو نداری یعنی این ابزار علم داشتن و این شناختی که اگر تصمیم خود نوح بود بدون علم تصمیمش رو می برد به طرف دفاع از پسرش به خاطر چی؟ به خاطر که حس پدرانه داره نسبت بهش اینجا غلبه ای حس بر علم هست و بعد با این آیه که فلا تسأل نمالی سلک بهی علم یعنی از احساست دوری کن در این شناخته و به علمت بپرداز پس این ابزار است که ما باید بدونیم چجوری ازش استفاده بکنیم دوتاش هست دیگه دو هر دوشو در واقع در این آیه چگونه برخورد درستش رو دیدید در سوره انعام آیه 122 در مورد علم و کسانی که در واقع علم دارند این گونه گفته میشه اوا من کان میتا فاحیناه و له نورا یمشی به في الناس کما مثله في الظلمات لیس بخارج منها كذلك زین للكافرین ما كانوا یعملون این آیا کسی که به سبب کفر و زل... زل... این ترجمه دکتر خورنده رو با خود رحمتشون کنه با هم بشن... ببینیم آیا کسی که به سبب کفر و دلال همچون مرده ای بوده و ما او را با اعطای ایمان در پرتو قرآن زندگی گردانیم و نوری از مناره ایمان فرا, فرا راه او داشتیم که در پرتو آن میان مردمان راه رود و چشم چشم و او را روشنایی گوش او شنوایی مانند کسی است که به مثل گویی در تاریکی ها فرو رفته این ببینید این گمراهی بدون علم اتفاق میفته وقتی علمی نیست گمراهی هم هست با این نوری که همراهش هست همان نور علمی است که بر اساس داشته علمیش بر اساس داشته های ایمانیش با علم به چیز میرسه به به اون مرحله از شناخت میرسه علم ابزاری است که در واقع روشنیده راه ما هست و به همین خاطر هم این دعای و قل رب زدنی علما از ادعیه است که در قرآن کریم اومده و جز چیز جز ادعیه است که در واقع رسول الله صلی علیه وسلم ما رو تقویت میکنه به تشویق میکنه به استفاده ازش و اینکه ما علممون رو افزایش بدیم برای اینکه بتونیم شناخت پیدا بکنیم نسبت به جهان